هر آمریکا بیشتر کوتاه میآید، آید، های یمن جنگی تر می شوند. آخرین نمونه حمله صبح جمعه به تأسیسات نفتی آرامکو در ریاض و کمی پس از آن حمله به پایگاه هوایی ملک خالد تنها طی 24 ساعت یک <تو سال> سخنگوی رسمی وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد امروز ساعت 6 و 5 دقیقه صبح پالایشگاه نفت ریاض مورد حمله پهپادی قرار گرفت این حمله منجر به آتش در پالایشگاه شد که تحت کنترل درآمده این حمله کشته و زخمی به جان نگذاشت و بر عرضه نفت و مشتقات آن تأثیری نداشت. عربستان سعودی قویاً این حمله بزدلانه را محکوم می کند. ها در همان ساعت اولیه مسئولیت حمله به آرامکو را به عهده گرفتند و یحیی سری سخنگوی این گروه شبه نظامی وابسته به ایران گفت در حمله به تأسیسات آرامکو از شش پهپاد استفاده شده است در حالی است که طی هفتههای گذشته به دنبال خروجشان از لیست گروههای تروریستی آمریکا حوسی ها بر حملات خود علیه عربستان سعودی افزودند این حملات واکنش های زیادی را به دنبال داشت عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی گفت حملات اخیر به ایران مرتبط است و تمام موشک و پهپادهایی که در این حملات استفاده شده ساخت ایران یا تامین شده از جانب ایران بوده نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در توییتی نوشت ایالات متحده به خواسته جامعه جهانی مبنی بر پایان حمله حوثی ها به عربستان سعودی و تعهد به آتش بس از سوی تمام طرف ها میپیوندد. تلاش امروز برای مختل کردن عرضه جهانی انرژی از طریق حمله به آرامکو نشان دهنده بی‌توجهی مطلق به امنیت غیرنظامیان است. در این حال حوسی ها بدون توجه به درخواست توقف از سوی آمریکا و سازمان ملل متحد به تلاش خود برای به دست آوردن کنترل شهر معرب ادامه میدهند. دهند. خبرگزاری فرانسه روز جمعه گزارش داد شبه نظامیان حوسی با تصرف ارتفاعات مشرف به این شهر به یک پیشروی استراتژیک در مقابل نیروهای دولتی یمن دست یافتند. ایران حمایت خود از حوسی ها را پنهان نمی کند و جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا به دنبال احیای برجام قراردادی است که فعالیت های ای ایران را محدود می کرد. با این اصاف ایران در ماه اخیر کاهش تعهدات برجامیش را افزایش داده. بهروز کمالوندی در آخرین روز سال گذشته از انجام تست سر در راکتور بازطراحی شده عراق در اوایل سال 1400 خبر داد. و پیش از آن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از قنیسازی اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی نتنز با استفاده از سانتریفیوژهای آی آر 4 خبر داده بود. و اواخر اسفند ماه در حرکتی مشابه نیروی دریایی سپاه پاسداران از یک شهر موشکی و موشکهای کروز و بالستیک جدید پرده برداشت. ادامه حملات حوسی ها، کاهش تعهدات برجامی و قدرت نمایی سپاه همراه شده با افزایش گمان زنی ها در مورد احتمال آغاز مذاکرات بین ایران و آمریکا. مذاکراتی که به دنبال چند سال فشار حداکثری و تحریم های روزافزون آمریکا ایران در آن دست بالا نخواهد داشت. تحت این شرایط طبیعی است ایران سیگنال های مثبت آمریکا را فرصت هایی ببیند که بر قدرتش پشت میز مذاکره می افضاید. ریسکی بزرگ که می تواند مانند تیر کمانه کند. هومن میرقاسمی ایران اینترنشنال